استقلال بعد از اینکه الوحده نیومد دارای یک آوانتاژ روحی شد. بالاخره من وقتی که مرور میکنم اخبار و صحبت‌هایی که قبل از اصلا سفر تیم استقلال به قطر بودش من دارم بررسی میکنم، میدیدم که خب بالاخره ما با توجه به نتایجی که تو دو بازی اول گرفته بودیم خب ترسی حاکم بود، نمیشه هم منکرش شد. با نیامدن الوحده فقط استقلال یک کار باید انجام میداد و اون هم بردن تیم اشورته بود یا حداقل مساوی گرفتن و بعدش حالا حضور در مرحله بعدی. برای این استقلال خوشبختانه با نیامدن الوحده خیالشون راحت شد، ولی واقعیت اینجاست که این تیم برای حضور در این مسابقات کلن دچار اشکال بود. یعنی در واقع برنامه‌ریزی مشخصی وجود نداشت. خب به خاطر اینکه خب همه علاقمندان به فوتبال مردم عزیز کشورمون میدونن اصلا برنامه‌ها از اون بحث مدیر عاملشون، آره، از تعویض مدیر عامل بعد جالب اینه آقای مازیار، ببخشید من کلاتون میام، خواهش می‌کنم، استقلالی که الان پنجرهش بسته شده، 5 تا بازیکن گرفته، از اونها نمیتونه استفاده کنه. حالا اینا شاید دلایل باخت، یعنی توجیه باخت ها، ولی در کل میخوام بگم که مگه تو فوتبال قرن 20 میشه پنجره چپ و راست ما هر سال بعد نگران پنجره پرسپولیس باشیم، نگران پنجره استقلال باشیم، نگران پنجره یعنی قواره فوتبال ما اون چونه‌شو دیگه نابود کردن. خب این میشه همون بحثای نسخه میکنه، میشه همون بحث مدیریتی که دیگه اشاره کردید شما هم. ببینید ما باید پیش بینی این قضايا رو بکنیم، ما نباید بذاریم شب قبل از مسابقه نسبت به یک مسابقه فکر بکنیم. ما وقتی میدونیم که قرار هستش که تیم ما بره در یک همچین مسابقاتی شرکت بکنه، خب حتما باید از قبل حتی از لحاظ حقوقی اگر ما بحث حقوقی داریم زودتر به فکرش باشیم که این بحث رو جمع بکنیم. ما این کارو کردیم، ضمن اینکه این شایعه خدمت شما این کارو کردیم، ولی هشتگ تور کردیم، مربی عوض کردن، یه هشتگ خب تو فضای مجازی رو انداختن، بله. و اول رسیدیم به جایی که اصلا استقلال واقعا شاید یک سوم اون قدرت واقعی تیمش بود. رفاسی اصلا من وقتی که نگاه میکنم به وزن نیمکت نگاه میکنم میبینم وزن نیمکت خیلی بالا نیست، یه واقعیتیه. مثلا دیروز خب همه بازیکنان برای من محترم هستن، ولی دیروز استقلال مثلا مرادی وقتی اومد تو زمین اصلا گیج بود برای اینکه تو همچه سطحی بازی نکرده. آقای گل امیدهای ایران بوده سال گذشته؟ خب آقای گل امیدها رو چقدر تو مسابقات لیگ بازیش دادن؟ آره. ببین آقای گل امیدها تو سطح خودش خوبه، وقتی که میره یک طبقه بالاتر یک لول خب بالاتر. آقای مازیار الان طرفدارای استقلال میگن که خب بازیکن نداشت، دستش بسته بود. یعنی شما وقتی میلیچ نیست، وقتی بوریا غفوری نیست، وقتی پنجرهت بسته است، یا به حال وینگرای چپ و راستت نداری، یعنی اصلا دیروز اصلا استقلال فلج بود، خل اصلاح بود. خب وقتی که من عرض میکنم خدمتتون پیش بینی بشه برای همینه، میگم یه وقتی هستش که من یه جریمه ای دارم، این جریمه رو بذارم دقیقه 90 پرداخت بکنم، یه وقتی هستش که من که میدونم قراره وارد این چالش بشم زودتر به فکرش میشم و اون پایه های لازم رو آماده میکنم. ببینید ما بحث آسیب دیدگی در تیم استقلال داشتیم، ما بحث کمبود بازیکن داشتیم. من دیروز هرچی که فکر میکردم خودم یک لحظه میذاشتم جای آقای نامجو مطلق، گفتم خیلی خوب تیمم الان داره بد بازی میکنه، کیو دارم که من بیارم؟ سوال ما هم همین بود، جا به جا بکنم کیو نداشتم. ببینید اینها لحظه 90 دقیقه مسابقه آقای واعظی خیلی کوتاهه، ما یک 90 دقیقه داریم، اگر یک هفته ما فرض بکنیم یک 90 دقیقه داریم، یک هفته منهای 90 دقیقه داریم که تو اون یک هفته ما باید برای اون 90 دقیقه آماده بشیم. حالا اگر تورنمنت خارج از کشور هست مشکلات و مسائل دیگه اضافه میشه. مثلا من برای همین دوره از مسابقات خب تیمای ما رفتن تو قطر تو بهترین امکانات، ولی نسبت به قضا دارن ایراد میگیرن به خاطر اینکه یه روز دو روز نیستش که بازیکنای ما آره، باید تعمیدات. این مشکلات هم به خدا بچه بودیم این مشکلات هنوز بوده، یعنی یادم قدیم یادتونه، قطعا یادتونه، یه مشکلی که داشتیم همیشه تیمای ما میرفتن مشکل سربازی بازیکنا بود که حالا چند سالی حل شده. محال ممکن بود تیمی از ایران بره بیرون ورزشی یا فوتبال والیبال دوسته بازیکنش نرن، چی شد آقا؟ اداره گذرنامه ساده نکرد چون کارت پای خدمت نداشتن. بحث مالیات، بحث مالیات، آره اینا همیشه اصلا انگار که آسیب دیدگی ها ملغمه این فوتبال ما. خب بالاخره ما تا وقتی که این شرایط رو آقا بایزی عوض نکنیم انتظار من... آره من همینو میگم، یعنی بردامون رو بیشتر من فکر میکنم بردامون رو بیشتر به حساب شانس و غیرت بگذاریم تا اینکه حالا مرات بازی دیروز واقعیت اینه که خب داوری ایراداتی داشت، نه اینکه نداشت،
ولی من دارم فکر میکنم میبینم که اصلا چرا باید کارو بزنم به داوری برسه. از لحاظ فنی ما تصمیم های اشتباه داشتیم میگرفتیم، بازیکن ما بدون فشار حریف داره پاس اشتباه میده، خب این دیگه تقصیر داور نیست. نه قبول دارم.